بسم الله الرحمن الرحیم. با آموزش HTML و CSS در خدمت شما عزیزان هستیم. با HTML و CSS میتونیم صفحات وب طراحی کنیم. اول کار یه تعریفی از وب داشته باشیم و ببینیم HTML و CSS چه جایگاهی در طراحی وب داره. خب بیشتر ماها بین وب و اینترنت تفاوت قائل نمیشیم. وقتی با ما میگن وب فکر می‌کنیم همون اینترنته، در صورتی که اینطور نیست. وب و اینترنت بسیار بسیار با هم متفاوت هستن. بخوام ساده بیان کنم، بخشی از اینترنت که ما با مرورگر بهش دست داریم و بهش میگن وب. حالا شاید این سوال رو مطرح کنیم که مگر اینترنت به غیر از این هم هست؟ میگیم بله. بازی هایی که با گوشی میکنید، بازی های آنلاینی که با گوشی میکنید، تلگرام، واتساپ و کارهای دیگه که به مرورگر نیاز ندارن، همه هم جزء اینترنت هستن. پس وب به مراتب کوچیک‌تر از اینترنت هستش. خب ببینیم که نقش HTML و CSS در طراحی وب چی هستش. این صفحه وبی که روبروی شما هست متشکل از HTML, CSS و حالا مقداری جاوا اسکریپت هستش. حالا ما به جاوا اسکریپت کار نداریم، اما ببینیم این صفحه کجاهاش HTML، کجاهاش CSS. برای اینکه بخوام بتونم راحت بشم توضیح بدم، من میام CSS رو از این صفحه حذف میکنم. به این صورت ما CSS رو حذف میکنیم. خب میبینید که HTML بدون CSS فقط یک سری عنوان و لینک و عکس هستن که به صورت نامرتب در کنار هم قرار گرفتن. نامرتب شاید بگیم مثلا عنوان بالاست، لینک پایینه. اون ترتیبی که ما انتظار داریم نیست. و خب به صورت نامرتب در کنار هم قرار گرفتن. و کار خوندن این صفحه وب برای ماها خیلی خیلی سخت می‌کنه. حالا این صفحه وب یه صفحه وب ساده‌ایه، شاید بتونیم الان چیزی ازش بفهمیم. منتها صفحات وبی مثلا فروشگاه اینترنتی دیجیکالا که اسلایدر دارن و منو دارن و این چیزا، اگر CSS توش کار نشته باشیم بسیار بسیار فهمیدنش و درکش برای انسان سخت. پس ما CSS رو برگردونیم. این CSS. خب بس اگه ما یه صفحه وب به یک ساختمون تشبیه بکنیم، اون اسکلت اصلی ساختمون، هسته ساختمون میشه HTML و حالا رنگ و لعاب و ظاهر زیبای ساختمون میشه CSS. خب بریم کم کم کدزنی رو شروع بکنیم. با هر ویرایشگر متنی شما میتونید کد HTML و CSS بزنید. از نوت‌پد ویندوز بگیرید تا مثلا تکست ادیتور خود لینوکس اوبونتو منظورم. منتها قطعا همه کدزنا به شما میگن که از یک آیدیه بسیار حرفه‌ای استفاده کنید، کار رو هم برای شما شیرین‌تر کنه هم راحت‌تر. به هر حال ویژگی‌های این آیدیه ها دارن، میتونن کدها رو به شما پیشنهاد بدن، تگایی که بازمانی خودشون ببندن و حالا غیره، که کار بسیار بسیار برای شما راحت تر میشه. از ویرایشگرهای خیلی معروف میتونیم این VS Code رو ببریم و وب استور. حالا چیزهای دیگه هم هستن قطعا آیدیه های قدرت نمان، تا خب این دوتا فعلا بنده با این دوتا کار میکنم. ما تو این دوره هم از VS Code استفاده میکنیم، هم از وب استور که شما با محیط دوتا آیدیه آشنا بشید. پیشنهاد من اینه که خودتون رو وابسته به یک آیدیه نکنید، که بتونید با هر آیدی کار بکنید. اگر یه آیدی حالا به هر دلیلی در دست شما نبود، آیدی دیگه قریب برای شما نباشه، یعنی شما رو اذیت نکنه این گونه کد زدن. بریم خب کار شروع بکنیم. اول کار خب ما آیدی که باز کنید همین صفحه VS Code که باز کنید همچین صفحه روبروی شماست. از قسمت فایل ما اوپن فولدر رو میزنیم برای اینکه یک فولدر برای این پروژه‌مون بسازیم. از این حالا به هر روشی که شما، حالا من از لینوکس استفاده میکنم، شاید شما از ویندوز استفاده بکنید، این محیط یه ذره فرق بکنه، اما محیط خود آیدی همون محیطه، یعنی همون محیطی که دیدید. خب اینجا یه پوشه جدید میسازم به نام First Page و همین پوشه رو انتخاب میکنم برای این قسمت رو نیا کنید. یک پوشه برای شما باز شد.
به همون فرست پیج. ما داخل این یه فایل میسازیم، حالا از این قسمت میتونی انجام بدید، از این قسمت نیو فایل هم میتونی انجام بدید. ما تو اینجا خوب را ما یه فایل جدید میسازیم، اسمشو میذاریم مثلا هلو. خب آخرش هم .html که بدونیم این سنده HTML. برای اینکه کدهای اولیه HTML رو خود VS Code بزنه، کافی اینجا بنویسید HTML، این گزینه HTML دو نقطه بالا پایین فایل رو انتخاب کنید تا کدهای اولی زده بشه. خب این کدهای اولی. همین صفحه رو ما اگر بخوایم داخل مرورگر ببینیم، اینو ذخیره کنم. بخوایم داخل مرورگر ببینیم یه همچین چیزی، حالا اوپن درشو بزنیم کده باسه این. این صفحه رو شما مشاهده، این صفحه خالی که بسیار بسیار زیباست. اولین تگی که اون بالا مشاهده میکنید تگ داگ تایپ است. این تگ خب اصلا جزء تگ HTML نیست، ولی یه چیز جدای از HTML. تگ داگ تایپ میاد نوع سند ما رو مشخص میکنه که اینجا نوشته HTML، یعنی این سندی که داریم باش کار میکنیم یک سند HTML. سندهای دیگه هم هستن مثل XML، مثل XHTML. تگ دومی که مشاهده میکنید تگ این HTML. ما همه کدای HTML مون رو باید در اون این کد بنویسیم. اما خب این تگ HTML فقط دو تا فرزند داره. یه تگ head، یه تگ body. تگ body باز میگم همه کدهای HTML ما داخل این تگ می‌ذاریم، همه کدهایی که می‌خوام داخل سند نشون داده بشه. و تگ head تمام کدهایی که حالا برای مبحث SEO و کدهایی که می‌خوام یه تعریفی از سندمون داشته باشیم که مثلا به موتور جستجو بفهمونیم این سند راجع به چیه، عنوان این سند چیه و غیره. اول بریم تگ head رو یه نگاهی بندازیم بهش. تگ head فرزندان حالا بیشتری داره. من تا اینجا دو تا فرزندشون، یه تگ meta، یه تگ تایتل. تگ متا میاد یه توصیفی از همین سند HTML ما میده، مثلا اینجا نمیشه کرسر شده DF8 یا اینجا ویوپورت اومده مشخص کرده. راجع به اینا رو بعدا حرف میزنیم، منتها این مباحث مباحث تخصصی SEO هستن و معمولا ربطی به ما ندارن، به کسی که کار میکنن طراحی سواد بمونن، به غیر از مثلا همین ویوپورت یا UTF-8. اینا چیزایی هستن که عمومیه، در ما ها باش کار داریم. منتها راجع بقیه چیزا مربوط به مبحث سئو، تگ متا کاربردهای سئو هم داره که حالا تو این دوره راجعش بحثی نمی کنیم. تگ بعدی تگ تایتل. این داکیومنت رو مشاهده کنید، یعنی این نگاه بندازید، من اینش رو بستم. خب اینجا عنوان رو ببینید، داکیومنت. من بیام تایتل عوض کنم، سایت من سیف کنیم، رفرش. میبینید جنبه سایت من. و اما این تگ بادی، ما هر چیزی که بخوام داخل مرورگرمون نشون بدیم داخل این تگ بادی می نیستیم. مثلا اینجا بنویسم هلو، این نخواهم نشون بدم. ببینید این هلو ورد اینجا نشون داده شد. خب اینم از آموزش اولیه، آموزش که تعاریف اولیه که این تگ ها چی هستن و چی کار باید. بریم برای اون کد های پایه ای. قبل از اینکه شروع کنیم من به شما بگم که من کد های HTML رو از قبل می نویسم و از روش توضیح میدم. دلیل این کارم من فقط سیو وقته، چون بخوام اگه این تگ ها رو کد ها رو همه رو خودمون بنویسیم بسیار وقتمون گرفته میشه و خیلی از مواز جا میمونه یا مثلا تعداد قسمت ها خیلی زیاد میشه. پس من اینا رو اول اینجا می نویسم، بعد دونه دونه از کامنت در میارم و یه توضیح راجبش میدم. اما خب کامنت چیه؟ وقتی کدوم کامنت میکنیم از نظر مرورگر این کد اصلا وجود نداره. مثلا ما بیایم همین صفحه رو یه بار باز کنیم،
به شما نشون بدن. تو خود شما بالاخره کدی نوشتیم. مونتا وقتی اینو باز میکنیم یه صفحه سفید شما مشاهده میکنیم. اون دلیلش به خاطر اینکه همه کدها کامنت شده. با اولین تگی که قرار آشنا بشیم، تگ عنوان هستش. ما 6 تا تگ برای عنوان داریم، از تگ H1 تا تگ H6. خب اینو ما مشاهده کنیم اول. نکنید تگ اول تگ H1 ما باز میکنیم، حالا بعد میبندیم و اون محتوا داخلش قرار میگیره. یعنی this is heading 1 مربوط به تگ H1. بریم مشاهده کنیم چی شد. یه رفرش. 6 تا عنوان اینجا برای ما نمایش بود. حالا شاید نگاه کنیم شما بگید اینا مثلا سایزش کوچیکه. من تا درست است. حالا من اینا رو عددش درست کنم. یه دفعه. 4 5 این 6. دوباره رفرش. شما شاید بگید مثلا این عنوان ها سایزشون کوچیکه. من تا وقتی میگیم عنوان به این معنی نیست که باید حتما سایزش بزرگ باشه، چون سایز ما خودمون رو بعداً با CSS تعیین میکنیم. منظور از عنوان اون تعریفیه که برای مرورگر داره. مرورگر اینو یک عنوان میدونه، اینو یک عنوان میدونه. حالا مثلا تگ H1 مخصوصا برای موتور جستجو خیلی مهمه که حتما سندمون یک تگ H1 باید داشته باشه. اجباری نیست، منتها اگه میخوایم سایتمون بیاد بالا تو رنگ گوگل حتما با یک و تنها یه عنوان H1 داشته باشه. اینا رو حالا کم کم جلوتر مشاهده کنیم. یه مبحثی که هست، اولا ما بریم تگای چیز بگیم HTML. تگای HTML دو نوع هستن. بعضی تگا به این شکل باز و بسته میشن، بعضی تگا باز و بسته نمیشن و فقط استندالون هستن. میشون تگای استندالون مثل چی؟ تگ IMG. یه تگ داریم، حالا کار نشه ببینیم چی کار میکنه. فقط بگیم به شما یه تگ IMG مثلا برای عکس این به این شکل تعریف میشه، یعنی داخل خودش بسته میشه. اینطور نیست که مثل تگ H1 اینجا باز بشه و اینجا بسته بشه. اما مبحث دیگه که هست اینه، شما توجه بکنید این 6 تا عنوان نیومدن کنار هم قرار بگیرن. مثلا this is heading 1, this is heading 2 و همینطوری. اینا اومدن زیر هم. این دلیلش این اینترایی که من اینجا زدم نیست. شما نگاه کنید، من اینترا رو اگه بردارم، این ستا رو مثلا من اینترش رو برداشتم، یه بار دیگه مشاهده کنیم، یه رفرش، میبینید بازم همین شکلیه. دلیلش چیه؟ نگاه، تگ های HTML باز هم دو نوع هستن، تگ های بلاک لول و تگ های این لاین. فرق اینا چیه؟ تگ های بلاک لول تگ هایی هستن که کل عرض مرورگر رو به خودشون اختصاص میدن و اشغال میکنن. نگاه کنید، من وقتی میارم روی این تگ H1 اون قسمت هایلایت شده رو ببینید، یعنی کل این عرض مال تگ H1 و هیچ کس اصلا نداره کنارش وایسه. اینم همینجوری، اینم همینجوری. دیدین؟ خب ولی تگ های این لاین به تگ هایی گفته میشن که فقط به اندازه اون سایزشون قرار میگیره. حالا من اینجا تگ H1 تبدیل به این لاین بکنم، شما به معنی این کدی که من میزنم کاری نداشته باشین، فقط میخوام فرقش رو ببینیم. این لاین تگ هده 1 برای به اندازه محتواش عرض کرد. حالا شما بگین شاید چرا H2 نیومد بالا بس. خب این بخاطر این که تگ H2 بازم بلاکه. ما تگ H2 اگه این لاین کنیم میبینید که میان کنار هم قرار میگیرن. دیسپلی این لاین، دیدیم تگ H2 اومد بالا و الاخر. خب اینم از فرق بلاک لیول و این لاین. ما این تگ ها رو بریم سر جاش رو کامنت کنیم. این از کامنت. تگ P برای ایجاد یه پاراگراف استفاده میشه. باز میگم شاید سایزش رو بگیم که از تگ مثلا H6 کوچیک‌تره، منتها این یک پاراگراف از نظر مرورگر و ما اندازه ها رو خودمون با CSS مشخص میکنیم. این رو سیو کنیم ببینیم دوتا پاراگراف اینجا تشکیل شد.
تگ های پی هم دوباره بلک لیبل هستن، کل ارزو در خیلی. این هم از تگ پی. تگی داریم برای ایجاد لینک، این تگ برای ایجاد لینک استفاده میشه. نگاه کنید this is a link و www.3schools.com. این چی میگه؟ میگه وقتی رو این متن کلیک شد بیا برو تو این سایت. من سیو کنیم، رفرش، این this is a link. وقتی روش داده بشه میره تو این سایت www.3schools. این هم از تگ A کامنت کنیم. دوباره تگی داریم به نام تگ IMG، برای نمایش عکس استفاده میشه. خب اول بیایم این اتریبیوت های این تگ رو به شما معرفی کنم. نگاه کنید این A، تگ A بالا یه تگ اتریبیوت داشت به نام HR. به اینایی که این شکلی قرار میگیرن بهشون میگن اتریبیوت. نگاه کنید SRC، تگ IMG یه SRC. این SRC چی میگه؟ میگه که برو تو همین پوشه، وقتی هیچ آدرس نداده و فقط اسم و اسم فایل داده، میگه تو همون پوشه و عکس w3school.jpg، یعنی این عکس، میگه این عکس رو با alt w3school.com و عرض 104 وقتی هیچ واحدی نداره یعنی پیکسل و ارتفاع 142 پیکسل به من نمایش بده. ما اینو سیف کنیم، بعدن به شما میگم که این alt چه کار کردی داره. یه مشاهده کنیم، میبینید که این عکس اینجا نمایش داده میشه. خب ما alt چه کار کردی داره؟ اگر ما به هر دلیلی اینجا عکسمون لود نشه یا آدرس اشتباه داده باشیم یا هرچی، این alt که به عنوان یک توضیح برای این عکسمون میاد نشون داده میشه. نمیدونیم مثلا ما اگه w3schools و مثلا W school قرار بدیم، چون همچین چیزی نیست، اینجا اگه رفرش کنیم میاد اون آلتو قرار میده، ولی نگاه به صورت نوشته نیست، به صورت عکس میاد این آلتو رو قرار میده. خب یه چیز دیگه من میشونم بگم برای آدرس دهی چه کنید. من یه پوشه دیگه به اینجا بسازم، مثلا بنویسم IMG و این W school رو بندازم داخل IMG. حالا دوباره این W3S کنیم، اینجا دوباره نمایش داده نمیشه چون داخل اون پوشه نیست. برای اینکه بتونم نمایش بدم اینجا یه دات بزنید، همیشه نیاز نیست، ولی شما عادت کنید که همیشه بزنید. برای حالا زبانهای دیگه که بخون کار کنید این کاربرد داره. IMG، برو داخل پوشه IMG و این عکس رو برام نمایش بده. نیاز سیف کنم و اینجا یه رفرش، شما میبینید که این عکس دوباره اینجا نشون داده شد. تو تگ IMG این عرض و ارتفاع اتریبیوت های اجباری نیستن برعکس SRC و HRF داخل A. ما وقتی میگیم اجباری، اولا اینو به شما بگم، به این معنی نیست که اگه نذاریم اروری میده. HTML معمولا به هیچ چیزی ارور نمیده. منظور اینه که ما از تگ IMG مثلا انتظار داریم که یه عکس نشون بده، یا از تگ A ما انتظار داریم که یه لینک به ما تحویل بده، و وقتی اشتباه با تو تگ A نذاریم دیگه لینکی نیست، و وقتی SRC داخل IMG هم نذاریم دیگه عکسی نیست. به خاطر این میگم اجباری، اینم کاربردش رو از دست میده. منتها اتریبیوت عرض و ارتفاع و alt اتریبیوت های اجباری نیستن، ولی خب alt رو همیشه عادت کنید بذارید برای مرورگر، برای موتورهای جستجو خیلی مهمه این alt. معمولا هم اگه نذارید خود IDE اختار میده، میگه که بذارید، منتها اجباری نیست، بیشتر مبحث SEO کاره. این عرض ارتفاع رو ما اینجا برداریم، مرورگر میاد این عکس ما رو با عرض ارتفاع خودش اصلی خودش نشون میده، منتها اینجا این عکس ما همون عرض ارتفاع که قرار داده بودیم و داشت. ما اگه اینجا رفرش کنیمش تقریبا دیده نمیشه، به خاطر اینکه این عکس همون عرض ارتفاع داره، منتها اگه عکس مثلا بزرگتر بود به اندازه عرض ارتفاع خود عکس اینجا اشغال میکرد. یک موضوع دیگه هم این تگ IMG جزء تگ های اینلاین هست،
نگاه کنید ماگی تگ آگه میتونی اینجا بریم روش و به اندازه محتواش عرض میگیره. خب اینم از تگ IMG و سه تا اتریبیوتش. با تگ پی که خب آشنا شدیم، من تا اینجا یه چند تا تگ کاربردی رو میخوام به شما نشون بدم. ببینید از داخل یه پاراگراف ما اگه بخوایم یک کلمه رو یا چند کلمه رو بالاخره بولدش کنیم، باید از تگ بی استفاده بکنیم. این تگ هر چیزی که در اونش قرار بگیره رو بولد میکنه. میتونه یک کلمه باشه، میتونه یک خط باشه، میتونه یک پاراگراف باشه، میتونه کل سند باشه. اینا رو سیو بکنیم، مشاهده کنیم. میبینید این کلمه بولد شد. خب یه نکته ای که من به شما بگم، نگاه کنید این خط رو من داخل سندم به این شکل نوشتم، اینجا اومدم اینتر زدم، دوباره اینتر زدم، دوباره اینتر زدم، ولی اینجا به صورت یه خط نشون داده میشه. این به خاطر ویژگی HTML که کل اینترنت اینترا و غیره رو همه رو نادیده میگیره و همه رو تبدیل میکنه به فقط یه اسپیس. یعنی من اگه اینجا بین این دو کلمه مثلا اینتر بزنم، اسپیس بزنم، بعد دو تا اینتر بزنم، دوباره اسپیس بزنم، حالا این ذخیره کنم و وقتی رفرش کنم باز هم همین، یعنی اینو کلن تبدیل میشم به یه اسپیس. حالا بعدا نگاه میکنم که برای رفتن به خط بعد اسپیس گذاشتن و اینا باید چی کنم. بیارم سر جاش. خب این از تگ بی. برای بولد کردن یه تگ دیگه هم داریم به نام استرانگ. دقیقا همون کار رو میکنه، منطقه از نظر معنایی یه مقدار با تگ بی فرق داره که اونا حالا به وقتش که راجع به تگ های معنایی ما حرف میزنیم اینا رو توضیح قرار توضیح میدیم. یه بار رفرش بدیم ببینید اینم بول شد. برای ایتالیک کردن یه کلمه یا حالا چند کلمه از تگ آی استفاده میکنیم، این تگ میاد ایتالیکش میکنه. میبینید به غیر از این بازم یه تگ دیگه داریم به نام تگ، مثلا اینو بخوام درست کنم، تگ ای ام. این هم بازم میاد همون کار رو انجام میده. تگ نگاه بکنید این هم ایتالیک شد. اما برای اینکه بریم خط بعد میتونیم از تگ بی آر استفاده کنیم. این تگ میبره ما رو به خط بعد. نکنید رفرش بردش اینجا خط بعد. برای اینکه زیرش یه خط افقی بکشیم میتونیم از تگ اچ آر استفاده کنیم. نگاه کنی این رو ذخیره کنم، یه تگه یه خط افقی اینجا کشید برم. میدونم از تگه ما تگه سادهی بودن، من تا بسیار بسیار تگه کاربردی هست. یه نکته دیگه من مونده از این بخش بگم به شما، هیچ وقت به این شکل شما کد نزن. نگاه کنی من اینجا یه پی دو داشتم، یعنی پاراگراف و پاراگراف نبسته. اینجا هم همچی. هیچ اروری HTML به شما نمیده. یعنی من اگه رفرش کنم میبینید هیچ اروری نمیده. منتها این کد نویسی علاوه بر اینکه زشت و کثیفه، اگر سند شما تا حالا چندین خط داشته باشه میتونه در چیدمان صفحتون به اشکال بخوره و شما رو خیلی خیلی اذیت کنه. پس همیشه در اول کار هر وقت یه تگی رو باز میکنید همون لحظه اون تگه رو ببنده. حالا خدا رو شکر آیدی ها خودشون میبندن، من تو اگه نبست شما حتما اون تگه رو ببند. خب اینم از مبحث امروز ما. یه تمرینم با این ویدیو قرار میدم، اون تمرین رو حتما حتما انجام بدید با استفاده از همین مباحثی که تا الان گفته شد. پیروز و موفق باشید.